بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درود بر شما. در برنامه این هفته چالش با حضور رفیق محمد رضا شارگونی گفتگویمون رو درباره مهمترین مسائل سیاسی روز ادامه میدیم. خوشحال میشیم شما هم تا آخر برنامه با ما همراه باشید. رفیق شارگونی، درود بر شما. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. زنده باشید، در خدمتتون هستم. خیلی ممنون رفیق شارگونی. به عنوان سوال اول میخواستم بپرسم که در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری پزشکیان، خامنه ای اولویت های خود رو درباره وظایف دولت 14 در عرصه داخلی رو اعلام کرد. او در این اولویت ها روی اولویت اقتصاد تاکید کرد، هرچند که مسائل فرهنگی رو نیز مهم دانست. این موضوع در کنار تاکید پزشکیان بر کاهش بحران های اقتصادی زندگی مردم، آیا میتونه نشان دهنده تغییری در سیاست های رژیم در مدیریت اقتصاد کشور تلقی بشه، به طوری که مسائلی مانند تورم، رکود اقتصادی، بیکاری و حاشیه شدگی رو کاهش بده، به ویژه اون که وضعیت اقتصادی رژیم در حال فروپاشیه و حتی در روز تنفیذ برق سراسری در بسیاری از ادارات قطع شده بود؟ میخوام شما در این مورد بیشتر برای بینندگانمون توضیح بدیم. واقعیت ماجرا اینه که همین که اشاره کردید، واقعا رژیم در حال فروپاشی، مخصوصا از نظر اقتصادی وضعیت بسیار بسیار به اصطلاح برای موجودیت رژیم خطرناک شده. حالا حتی نمیدونم توجه کردید در پی همین تنفیذی که حکم تنفیذی که داد قرائت کردن، اونجا خودش هم اشاره کرد که در این شرایط دشوار، خب اینو معمولا حکومتی ها این حرف ها رو نمیزنن، نشون دهنده اینه که وضعیت خیلی بحرانی، هم در داخل کشور، هم در سطح بین المللی و هم در داخل خود حکومت اختلافات شدیدی هستش. و مسئله اقتصاد، خب اولین قدم یکی اینا بایستی بتونن تا حدی از شدتش کاهش بدن. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی تا هست ممکن نیست تورم افسار گسسته از بین بره. یک چنین چیزیه که علتش هم فقط تحریم نیست. تحریم یکی از چیزهای مهم میشه، مثلا علل مهم این مشکل اقتصادی در جمهوری اسلامی است، ولی اصلی ترینه که تناقضات ساختاری جمهوری اسلامی طوریه که اصلا نمیتونه ماجرا رو حل کنه. منتها خب سیاست خارجی خامنه ای که سعی میکرد که نمیدونم علیه غرب مخصوصا درگیر بشه و نمیدونم سیاست های صدور انقلاب رو در پیش بگیره و از این داستان ها، که خودشون هم میدونستن که اصلا بیشتر چیزهای توخالیه، حتما اینا یه چیزی لازم دارن، یه دشمنی لازم دارن که پشت مرزها اینو نشون بدن مدام، و از این طریق اون شرایط فوق العاده و سرکوب هایی رو که لازمه وجود جمهوری اسلامی بتونن اونا رو توجیه بکنن. و اینا واقعیتی که در این به اصطلاح وضعیت وجود داره اینه که خامنه ای مجبور شده که تغییر ریلی بده در رابطه با مخصوصا درگیری های حادی که با غرب داشته و در رابطه با مخصوصا آمریکا، اروپا و کشورهای عربی منطقه که به هر حال متحدان، اکثرشون متحدان آمریکا و اروپا هستن، مخصوصا آمریکا و اینها، ناگزیر تغییراتی بده. و بنابراین این تغییرات حتی اگه یادتون باشه از زمان خود رئیسی و فلان شروع شده بود، که دیدید که مثلا اینا مذاکره کردن با آمریکا یا مثلا در عمان و خیلی چیزهای دیگه هم نشون میداد که اینا رابطه هاشون رو سعی میکنن تغییر بدن. حالا مثلا برخوردی که با عربستان سعودی داشتن، بعدا رفتن استمالت کردن و اینا، رفتن اول سفارت عربستان رو آتش زدن، بعدا افتادن به دست و پاشون که اونا کوتاه نمیمدن و اینا، بعدا با امارات متحده عربی مثلا روابطشون رو سعی کردن بهبود بدن و اینا. همه اینها رو اگه در نظر بگیریم سیاست ها از قبل شروع شده بود، منتها این دفعه هم کمی میخواست خامنه ای تغییر ریل رو با
اولویت اولش این بود که با قالیباف و آدمهای کاملا به اصلاح خودیش، یعنی اون همون که با خالص سازی پیش رفته بود و اینها به اصلاح ببره جلو، منتها اون نتونستم موفق نشد. علتش هم علل مختلفی داشت و خودشون هم پیشبینی میکردم، به خاطر بود که یکی از اصلاح طلبان رو در داخل به اصلاح کاندیداها گنجانده بودن که اگر اون طوری نشد به اصلاح چی بکنن. و در این شرایط من فکر میکنم که سعی میکنن که روابطشون رو دیدید که در پیام خامنه ای هم بود که با اروپا و آمریکا را اسم نبرد، ولی مشخصه که میخوان تغییراتی بدن و روابطشون رو با کشورهای مختلف پیش ببرند و اینها، بلکه بتونن از شدت تحریم ها به اصطلاح جلوگیری بکنن و تا حدودی وضعیت بحرانی اقتصاد رو که در واقع همونطور که شما اشاره کردید در حال فروپاشی است متوقف کنن، یا الله به یک کمی کاهش بدن و اصلاح این داستان. بله همینطوره رفیق شالگونی، اینم اضافه کنیم که البته خودتونم بهش اشارتی کردین، مشکلات اقتصادی اجتماعی کشور تنها مسائل مربوط به تورم 50%، رکود اقتصادی، بیکاری و حاشیه زدگی نیست. مسئله هزینه‌های سرسام‌آور آموزش، بهداشت و درمان و به ویژه مسکن که تنها 70% هزینه ثبات معیشت رو تشکیل میده، اکثریت بزرگ مزد و حقوق بگیران رو تحت فشار قرار داده. حتی اینم بگم که پزشکیان در دوره مناظره انتخاباتی اعلام کرد که مسئله تأمین اجتماعی نباید ارتباطی با فقر و ثروت داشته باشه. میدونیم که سیاست حاکم بر جمهوری اسلامی در خلاف جهت سخنرانی است که پزشکیان در مورد تأمین اجتماعی اعلام کرده. حالا من سوالم از شما اینه که به نظر شما فشارهای ناشی از خصوصی سازی‌های عرصه‌های گوناگون تأمین اجتماعی چه نقشی رو باید در مبارزه کارگری و اجتماعی ایران در این دوره داشته باشه؟ ببینید، مسئله ای که هستش تورم افسار گسسته، همونطور که اشاره کردید مثلا بالای 50% شوخی نیست تورم. مثل این میمونه که شما واقعا یک چیزی رو که پول کشور است، تورم یعنی سقوط ارزش پول کشور دیگه، یعنی اون چیزی که با اون مخصوصا مزد و حقوق بگیران در واقع زندگیشون رو تامین میکنند و اینها، چون پول اینجا نقش خیلی کلیدی بازی میکنه. بخش های دیگر جامعه، اونایی که سرمایه دارن یا خورده بورژوا هستن یا اینا هستن، اینا به انهای مختلف از طریق اون معاملاتی که انجام میدن و اینا تا حدی میتونن خونسا بکنن و حتی بعضی هاشون سودم میبرن، مثلا سرمایه دارا فلان. منتها تورم وظیفه اصلیش همیشه خالی کردن جیب حقوق بگیران و مزد بگیرانه و در این در ایران افسار گسسته است. البته در نه اینکه حالا مثلا این اتفاق افتاده، در تمام دوره نزدیک به یه نیم قرنی که جمهوری اسلامی روی قدرت بوده، واقعیت اینه که تورم دو رقمی داشته در کشور. این نشون دهنده این است که حتی خود اینها به یه نحوی آمدانه این کار رو میکردن که جلو خیلی از خواسته های مردم رو که نمیتونستن وای بیستند و اینها، مخصوصا حقوق مزد و حقوق بگیران، از طریق کاهش ارزش پول کشور به اصطلاح خونسا بکنند. و یعنی پول ظاهرا حقوق و بالا میبردن، ولی در عمل نرخ تورم اونقدر بالا میشد که اون رو خونسا میکرد و این به جیب چی میرفت؟ به جیب حکومتی ها و اونهایی که راندخاران حکومتی بودن. و حالا هم در این ماجرا اصلا چنین چیزی امکان تغییرات اساسی وجود نداره در مزد و حقوق بگیرن. منتها مسئله به حالت انفجاری رسیده. اینها یا میتونن به اصلاح این حرکت رو پیش ببرن و جلوه به اصلاح تورم رو بگیرن، یا بتونن مثلا از و بدتر شدن وضعیت مردم به اصلاح جلوگیری کنن؟ من فکر میکنم که مسئله تأمین اجتماعی حتی با خصوصی سازی ها بدتر خواهد شد. توجه داشته باشید که در اینجا جمهوری اسلامی آشکارا داره حتی قانون اساسی خودش رو نقض میکنه، چون در قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده، اون موقع در دوره انقلاب مجبور بودن با شارلاتان بازی اینا را در قانون اساسی بیارن، بعدن زدن زیرش، اصلا همه چیزش رو
تغییر دادم و حتی معکوسش کردم. مثلا اصل 44 قانون اساسی میگفت که چه بخشهایی نباید خصوصی بشه. به اصطلاح اینها اومدن در واقع خامنه ای اومد یه تعریفی از اصل به اصطلاح تفسیری از اصل 44 داد که تماما عکسش کرد و اینها. دقت بکنید قانون اساسی برای اینه که ناظر بر رفتار حکومت کنندگان باشه، یعنی بر بالای سر حکمران باشه. اینا بر قانون اساسیشون مثلا بی‌معناست دیگه ها، این چند چیزی رو اصلا پیش برد. و در این رابطه در مسئله تامین اجتماعی هم که در اصلهای 29 30 و 31 قانون اساسی اومده، اینها ببینید حق به اصطلاح بیکاری، حق مسکن، حق بهداشت و درمان همگانی و کارآمد و اینها رو اینا صراحتاً در قانون اساسی اومده. منتها با این بی‌معنا کردن قانون اساسی سعی کردن که به اصطلاح جیب مردم رو خالی بکنن، کمکی نکنن. در جمهوری اسلامی هنوز ظاهراً یک سلسله چیزهایی به نام تأمین اجتماعی هست. منتها واقعیت اینه که اونها کار نمی کنن. با خصوصی سازی مسلماً ضربه بیشتری بر تأمین اجتماعی وارد خواهد شد. یعنی در واقع حتی دولت که میخواد در واقع از نظر تأمین اجتماعی خرج کنه به جیب راندکارها خواهد رفت. چه کسانی و از این خصوصی بشه چه کسانی هدایت این کارا به وسیله چه گروه هایی خواهد بود؟ مسلماً اونهایی که حکومتی ها هستن، خاندانهای بزدا سرداران و نمیدونم آیت الله ها و اینها، اینها خب جیبشون رو پر خواهند کرد به هزینه بزدا مزد و حقوق بگیران و اونهایی که به تأمین اجتماعی نیاز دارن. بنابراین که من فکر میکنم که مسئله خصوصی سازیه تأمین اجتماعی که مطرح میکنند و اینها درست همونطور که شما اشاره کردید واقعا عکس اون چیزیه که بزدا این آقای پزشکیان و اینها مطرح میکنند. چون واقعیت اینه که از طریق خصوصی تأمین اجتماعی یعنی عکس قضیه حاصل میشه. منتها اون مسئله اینه که در ایران ما حالا گرفتار مصیبتی که هستیم، اصلش حاکمیت در دست بیت رهبریه. هر کاری بکنید اونها هیچی نیستن، بلکه صرفا پوشش و زینت المجالس اون ماجرا هستن. من فکر میکنم که کار از این که حالا تلاش خواهند کرد که یه سلسله وعده هایی دادن، چون خودشون میدونن که شورش های توده‌ای ممکنه اینها را به اصطلاح زیر و رو بکنه، به اصطلاح موقعیتشون رو. بنابراین که ممکنه سعی کنن که یک سلسله تسهیلاتی فلانی پیش ببرن، این که چقدر موفق خواهند شد، چقدر اون تناقضاتشون اجازه خواهد داد فلان، خودش یه ماجرای دیگری. بله همینطوره. در سخنان مسعود پزشکیان و هم در سخنان علی خامنه‌ای وفاق ملی یک کلید واژه مهم بود. پزشکیان در هر فرصتی و از جمله در مراسم تنفیذ خود را کارگزار خامنه‌ای و مجری سیاست‌های او می‌نامد و قول داده که فرصت وزرای کابینه دولت 14 را قبل از مجلس به تایید خامنه‌ای برسونه. آیا با کلید واژه وفاق ملی دولت 14 کارگزار در مقایسه با دولت 13 پیشکار، تغییر ریل خامنه‌ای در سیاست داخلی در عرصه کاهش جنگ و روزمره با زنان آزادپوش، کاهش عرصه های دیگر سرکوب فرهنگی و نوعی فضای باز سیاسی خواهد بود از نظر شما؟ ببینید مسئله واقعیت اینه که خیزش مردم ایران، مخصوصا اون خیزش انقلابی زنان و اینها، رژیم رو به موقعیت خیلی وحشتناکی رانده، به یه گوشه ای رانده که اصلا دیگه اینا موجودیتشون رو در خطر میبینند. یعنی این ظاهرا نشون نمیدن، ولی واقعیت اینه که این سرکوب های روزمره، حکم های اعدام، بگیر و ببندا فلان، یک لحظه متوقف بشه اصلا اینا نمیتونن خودشون نگه دارند و اینا. بنابراین هی فضای ارعاب و اینا ایجاد میکنن. منتها مسئله ای که هستش این عبارت از اینه که مسئله وفاق ملی که ظاهرا میگم با مردم را هم اعتمادشون رو جلب کنیم، این نشون دهنده شکست شده. همون چیزی که به یه نحوی محترمانه تر، همون چیزی که اعلی حضرت وقید شاه در
یادتون باشه در سال 57 صدای انقلابتون رو شنیدم، وفاق ملی چی بود؟ مگه خامنه ای نبود که خالص سازی رو در پیش گرفته بود؟ فقط به اصطلاح اصولگرایان خیلی تندرو رو در چیز میکرد، مثلا رئیسی رو اگه خود این در نیاورد و اینها، مگه دیگران نه؟ منتها ماجرایی که هستشون عبارت از اینه که اولا خیزش مردم همه چیز رو به هم ریخته، این اصلی ترین عامل اینه. بعد در سطح بین المللی در وضعیت واقعا محاصره بزلا ویرانگر قرار گرفتن. مسئله ای که اینها باعث شده که در داخل خود حکومت حتی در داخل اصولگرایان هم اختلافات بسیار حادی پیش بیاد. دیدید که مثلا خامنه‌ای آشکارا میخواست که قالیباف و اینها رو بیاره جلو و چیز و اینها، بعدن اون پایدارچی ها دیدید که چطوری مقاومت کردن، مثلا اون جلیلی اومد چه کرد و چه نکرد و فلان و اینا، و بعد دعواها اینا هنوزم ادامه داره. میبینید که دعوا نه بین اصلاح طلبان اصولگرایان، اون گذشته، اون دعوای بین اصلاح طلبان اصولگرایان بود، بلکه در بین خود اصولگرایان دعوا هست. خامنه ای و در واقع دست درخواست کمک از اصلاح طلبان هم کرده که شما هم بیایید همه ایمون به اصلاح وفاق ملی درست بکنیم و اینها، که در واقع حکومت رو نجات بدیم. مسئله چستش اصلاح طلبان هم اینو باور ندارن خیلی هاشون. دیدید که شکاف های جدی در داخل اصلاح طلبان هست، مثلا اونهایی که مثلا مثل موسوی و حجاریان و حتی کروبی و فلان اینا، اونا نزدیک نمیدن. حتی مثلا روحانی و اینها هم که با اینکه از اصلاح طلبان نبودند و فلان، به اصطلاح خودشون رو اعتدالی میدونستند و فلان، همچنان به اصطلاح یه فاصله ای رو نگه میدارن. منتها اینا اومدن یک حالت وفاق ملی که به یه نحوی به اصطلاح یه دولتی تشکیل بدن که به هر یکی از این جناها دستجات و اینها یه چیزی بدن، بلکه جلو به اصطلاح تلاشی حکومت رو بگیرند. ولی واقعیت ماجرا اینه که خود این دولت وفاق ملی ممکن است دولت در واقع انفجار به اصطلاح حکومت باشه، چون اینهایی که دعواهایی که با هم دارن حتی در داخل جبهه پایداری در نظر بگیرید، حالا اصولگرایان بقیه اصولگرایان رو در نظر نگید، حتی جبهه پایداری در داخل خودشون اختلافات بسیار بسیار حادیه. مثلا میبینید که همین الان اصلاح طلبان هم از این مسئله استفاده کردن. میبینید که مثلا اون میر باقری رو مثلا شدید مورد حمله کرده در رسانه های رسمی، حتی در صدا و سیما. میر باقری که یکی از اون عناصر به اصلاح جبهه پایداری بوده دیگه، در داخل خود جبهه پایداری اختلافات شدیدی وجود داره. بنابراین که اینها مجبورن که برای حذف بعضی ها را بیارن، یه دسته درست بکنند و اینها، که بلکه جلو تلاشی حکومت اسلامی رو بگیرن. منطقه این که به آزادی ها بدن، به نظر من در دابه بارها اینو گفتم، بازم باید تأکید بکنم که در سطح بین المللی اینها اگر تلاش میکنن که عقب نشینی های در مقابل غرب مخصوصا انجام بدن، منتها در داخل ایران اگر جدی عقب نشینی بکنن در به مقابل مردم، مثلا زنان آزاد پوش و اینها را تحمل بکنند و اینها، این اصلا آواری میاد و همه چیز اینا را میبره. چون ما در دوره خیزش های انقلابی هستیم، در دوره هستیم که در واقع مردم برانگیختن و دنبال فرصت هستن. کافیه یک کمی عقب نشینی کنن همه چیز رو به اصطلاح، همین زنان ایران میتونن واقعا جمهوری اسلامی را در یک روز شکه پول بکنن. بنابراین که اینو من فکر نمی کنم که عقب نشینی ها، همین بگیر و به بنده ها و اینها ادامه پیدا خواهد کرد، منتها سعی میکنن تحریکات بیش از حد نکنن. مثلا اونطوری که جشن ارشادی، اونطوری تند و تیز و فلان و اینها، یه حالت بینابین و اینها، ولی عقب نشینی نمی کنم. به نظرم بعید. بله همینطوره. خیلی ممنون از توضیحاتتون رفیق شالگونی. اگر موافق باشیم حالا برگردیم به مسائل تحریم ها و سیاست خارجی. در سخنرانی مراسم تنفیذ پزشکیان، خامنه ای چین و روسیه رو دوستانی نامید که باید همواره از آنها
سپاسگزار بود. گسترش روابط با همسایگان و کشورهای آفریقایی را اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی دونست. از حمله مستقیم به آمریکا خودداری کرد. از اروپاییان گله کرد و گفت که در صورتی که از مجموعی از فشارها از جمله مراسمی مانند حقوق بشر دست بردارن، اروپا رو هم در اولویت قرار خواهد داد. حالا من سوالم از شما اینه که آیا سخنرانی خامنه‌ای رو میتونه تغییری در سیاست خارجی و تمایل حاکمیت برای کاهش تنش‌ها در سیاست با غرب رو تلقی کرد؟ من فکر میکنم قطعا اینطوریه. در سیاست خارجی اینها، حتی که شما اشاره کردی که از آمریکا اسم نبرد، خود اسم نبردن، فحش ندادن به آمریکا یه تغییر بزرگیه دیگه. چون اینا اولین حرفی که میگن شیطان بزرگ آمریکا و فلان و اینا. من نمیگم آمریکا شیطان هست یا نیستا، مسلما اصلا امپریالیسم خب یک خودش مده، ولی آخه در اینها اونطوری که میگفتن همیشه به اصطلاح یه فحشی به آمریکا باید میداد همه خامنه ای و فلان. تا حالا میبینن که اصلا اسمشو نمیارن، خودش یک عقب نشینی بزرگیه. در مورد اروپا هم گله میکنه که مثلا حقوق بشر و فلان رو نگیده و فلان. اولا دولت‌های اروپایی هم دنبال خیلی حقوق بشر نیستن. مثلا دولت‌های اروپایی مثلا فکر میکنه که مثلا در عربستان سعودی راجع به حقوق بشر مثلا نگرانی دارن، اصلا صداش رو در نمیارن. اونها فشار افکار عمومی مخصوصا در اروپای غربی باعث میشه که یه سلسله بحثایی مطرح بشه و اینها سعی میکنن که با اروپا یک نوعی مراوده رو باز بکنن، چون فکر میکنن که با اروپا آسان تر میشه. اما در رابطه با اینکه دوستان ما، متحدان ما، ما اونا رو فراموش نخواهیم کرد، خب اونها هم میخوان بگن که ما به جبهه غرب نپیوسته، به چین و روسیه بگن، چون جرأت اون هم ندارن که به اول خام. این معناش یعنی چه؟ معناش اینه که اون نگاه به شرقی که خامنه ای میگه با غرب در افتاده بود و با چین و روسیه میخواست، ولی چین و روسیه هم اینا را فروختن دیگه. بنابراین میگه که نه، ما این تعارف بیشتر، شما با غرب مثلا روابطی ایجاد بکنید و اینها، مسلمه که بسا یک سلسله درگیری های با اونهای دیگه هم خواهد داشت. یکی از کارهایی که مثلا همین اروپایی ها از جمهوری اسلامی خواهند خواست اینه که شما چرا مثلا پهپاد میدید در مثلا روسیه در اوکراین فلان، دیدید دیگه مطرح میکنن دیگه منظم و اینا. بعد یه مسئله دیگر هم اینه که با کشورهای همسایه اینها همین افتاده هم، مخصوصا با کشورهای همسایه هم، با بعضی هاشون که درگیری نداشتن ولی با بعضی ها که البته متحد هم نداشتن. جمهوری اسلامی کشوری است که عملا دولتیه که عملا متحد خارجی نداره، حتی مثلا عراق و اینهایی که اینا مثلا اونجا سعی کردن نفوذ بکنن، بالای 60% جمعیت عراق شیعه است و فلان، حتی اون شیعه هم حاضر نیستن همراهی بکنن با اینا. مثلا اینها چقدر در لبنان خرج کردن و فلان اینا، آیا در لبنان حتی شیعیان لبنان از جمهوری اسلامی چیز خوششون میاد؟ دیدید که مثلا اینا حتی در اینترنت و فلان گذاشتن دیگه، یه عده از شیعیان لبنان فحش میدادن به جمهوری، داد دست از سر ما بردار، چی میگید آخ فلان، یا فلسطینیا اصلا فحش میدن بهشون که شما چه اصلا دست بردارید از حمایت از فلسطین، شما حمایت نمیکنید، کار ما را خرابتر میکنید و این داستان ها. در رابطه با کشورهای همسایه هم بیش از همه اینها ناگزیرن با کشورهای جنوب خلیج فارس، مخصوصا عربستان سعودی، امارات، نمیدونم فلان و اینها، کویت و اینا هم که روابط خصمانه نداشتن، ولی اینها سعی میکنن که روابطشون رو بهبود بدن و اینها، چون خیلی نیاز دارند به مسئله. و طبیعتا سیاست اصلی در اینه که اولا استکاک با آمریکا رو سعی کنن اجتناب بکنن و راههایی برای مراوده پیدا بکنن، دوم اینکه با اروپا روابط حسنه برقرار بکنن بلکه از محاصره جلوگیری بکنن، و طبیعتا در رابطه با چیز تحریم اقتصادی تنش، همین چه اشاره می کردیم که در تحریم اقتصادی بزرگترین مشکل جمهوری اسلامی این بدون ورد به اقتصاد ایران، تورم، بدبختی هایی که حالا وجود داره، بدون اون به اصطلاح با وجود اون تحریم ها حل شدنی نیست. و
بنابراین که خامنه ای ناگزیر شده که توف خودش رو بریزه، در واقع جز این معنایی نداره در واقع که میزنه. بله همینطوره رفیق شالگونی. حالا بر ببخشید، درست در شرایطی که حاکمیت تلاش میکنه با استقرار دولت جدید وضعیت خود رو با ثبات نشون بده، موج گسترده سرکوب و دستگیری و احضار فعالان مدنی، اجتماعی، کارگری و سیاسی و افزایش چشمگیر اعدام ها از جمله صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی نشان میده که حاکمیت به شدت نگران و وحشت زده است. ریشه این وحشت زدگی از کجا ناشی میشه به نظر شما؟ همونطور که اشاره کردم میده که در دوره انقلابی به سر میبره، ما در دوره هستیم که یعنی وقتی که مردم به طور عملی اصلا میان در رویارویی با حکومت، دید میبینه که در خیابونهای شهرهای بزرگ همه جا دیوارها رو مرگ بر خامنه ای مینویسند، یا مثلا آشکارا مردم اصلا به رهبری حکومت، به نظام، به همه چیز فحش و فضیحت میدن دیگه فلان اینا. خب این در یعنی شرایط انقلابیه دیگه ها، شد بر نیختگی مردم علیه رژیم وضعیتیه که به وجود آورده. در شرایط انقلابی حتما سرکوب شدت پیدا میکنه، در دولت های استبدادی اینطوریه. یعنی چرا؟ دولت میخواد که به اون وضعیت خودش رو حفظ کنه، اگر کو همون که اشاره کردم کوتاه بیاد رفته، چون استبداد اینه که با آزادی مردم مباینت داره دیگه. استبداد معناش یعنی که فرمان روا بتونه کاراشو پیش ببره و بر گرده مردم سوار بشه. مردم وقتی شورش کردن ناگزیره که یا استبداد رو ول کنه یا این که مردم رو سرکوب بکنه دیگه. بنابراین که در این شرایط اگر استبداد و ولگونه که دیگه اصلا خامنه ای نمیمونه، جمهوری اسلامی نمیمونه، نمیدونم از این چیزا. و من فکر میکنم که این مسئله که در واقع اینا عقب نشینی هایی خواهند کرد، آزادی هایی خواهند داد و فلان، همونطور که قبلا اشاره کردم ناممکن هستش. اصلا حتی اگه بخوان هم نمیتونن. خاناها حتی وقتی میگن که صدای انقلابتون رو شنیدم، بازم سرکوب ها تشدید میشه. مثلا یادتون باشه که مثلا همون شاه که در سال 57 اومد به اصلاح گفت صدایتون رو شنیدم و فلان و اینا، بعدن یک جنرال رو آورد به اصلاح شد رئیس دولت فلان و اینا. یعنی این عقب نشینی به معنای این نیست، چون میدونستن که اونا هم میدونستن، همه اون مستبدا میدونن که اگه در مقابل مردم عقب نشینی بکنن رفتند و اینا. من فکر میکنم که اینها خواه ناخواه در وضعیتی هستن که به اصلاح شدت باید بدن. منتها یک مسئله ای که هستش اون عبارت از اینه که اگر بیش از حد سرکوب بکنن، لجام گسیخته سرکوب بکنن، در تعادل قوا خیلی مسئله مهمه. تعادل قوا حالا در سطح سراسری ما عملا به نفع مردم تغییر داره میکنه. یعنی وضعیت جنبش مردمی به اصطلاح مستحکمتر میشه. در این شرایط مثلا اینها مجبورن هیچ حکم اعدام ها بدن. میبینید که مثلا پخشان عزیزی چه کار کرده؟ یک آدمی بوده. یا مثلا شریفه محمدی چه کار کرده؟ مثلا بلافاصله نسبت دادن که این نمیدونم عضو کمله بوده و عملیات مسلحانه پری و فلان و اینا، که این لغت های عجیب و غریبی که دارند و فلان و اینا دیگه، یا همین رو به پخشان عزیزی هم نسبت میده. اینا اصلا مسلحانه عمل نکردن، که از حقوق بشر دفاع کردن، از حقوق انسانی آدم ها دفاع کردن از نظر جمهوری اسلامی یعنی براندازی. همون که خودتون اشاره میکردید در چیز قبلی که مطرح کردید سوال من، به اروپا خامنه ای میگه که اگر حقوق بشر فلان اینجور چیزها رو کنار بذاره ما حاضریم فلان. چرا حقوق بشر رو اروپا های کنار بذارن؟ شما چرا مگه نمیگید که حقوق مدافع حقوق بشر هستید، مدافع نمیدن مردم هستید و فلان؟ مردم کشورهای دیگر رو که سرکوب نمیکنید، که زورتون نمیرسه، مردم ایران رو سرکوب میکنید دیگه. خب مگه این به اصلاح ممکن هست که به اصلاح شما خودتون رو مدافع مردم قرار بدید؟ در این شرایط امکان نداره به نظر من، مخصوصا اعدام هایی که میدن و جرأت هم ندارن، که میدونید که ببینید که مثلا اومدن تفلک یک
زندانی رو که 15 سال زندان بود بردن اعدام کردن. آخه بابا این در هیچ منطقی، حتی چنگیز خان مغول این کار رو نمیکرد. 15 سال زندان، کسی که زندان بکشه میفهمه 15 سال زندان یعنی چه. اصلا یه عمر جوانیش رو این آدم گذاشته در زندان، دوباره بعد از این همه سال دوباره تو میبری و اعدام میکنی. اینم تنها کسی نیست، خیلی ها رو سالها زندان بودن، سالها دهه ها تا بعضی هاشون زندان بودن، بعدم میبرن اعدام میکنن. این با هیچ منطقی اصلا سازگار نیست و اینا، جز وحشت جمهوری اسلامی که ناگزیر هست خودش رو به اصلاح قوی نشون بده در مقابل مردم. منتها خود اینها وحشت زدگی رو نشون میده، خود اینها مردم اینو در میابن که نشان دهنده وحشت جمهوری اسلامیه که مجبوره که مثلا یک دختر جوانی رو که از حقوق انسانی دفاع کرده، هیچ کار مثلا مسلحانه نکرده، بر یعنی چه؟ این از زبان ملا هر کس که مثلا بگه که بالا چشمت ابروز، یعنی خدا رو انکار کرده، نمیدونم میخواسته حکومت رو براندازه فلان. تو اصلا ملا مقدسه بابا، اصلا با شما خون مردم رو میمکید. اونها هم حتی اصلا ضرورتا سرنگونی رو مطرح نکردن ها. مثلا شریفه محمدی چه کار کرده؟ اصلا این چیزها مثلا، یا کسی که زندان بوده 15 سال آخ چه کار کرده علیه شما؟ در زندان مگه میشه اصلا چیز کرد مثلا فعالیت براندازی کرد و اینا؟ اینها وحشتیه که میخوام بترسونن مردم رو. منتها خود این مردم رو در واقع تا به اصطلاح آگاه میکنه که اینها در وضعیت بسیار شکننده است. بله خیلی ممنون از توضیحاتتون. رفیق شالگونی، در حمله راکتی روز شنبه به محله مجدل شمس در مناطق تحت اشغال اسرائیل در بلندی های جولان دست کم 12 نفر کشته و 19 نفر مجروح شدند. مقامات اسرائیلی اعلام کردند که حزب الله لبنان را مسبب حمله موشکی روز شنبه بدانند. کابینه جنگی اسرائیل به نتانیاهو و وزیر دفاع اختیار داده تا حملات تلافی جویانه علیه حزب الله را انجام بده. در همان حال اردوغان طی یک سخنرانی در اسرائیل را از عملیات تلافی جویانه باز داشته و گفته که ارتش ترکیه برای بازداری اسرائیل مانند لیبی به اسرائیل ورود خواهد کرد. به نظر شما آیا بحرانی که با حمله راکتی روز شنبه به وجود اومده میتونه جنگ در سطح وسیع از منطقه خاورمیانه رو شعله ور کنه؟ من فکر میکنم که هم اسرائیل و هم حزب الله اصلا خودشون میدونن جنگ اگه از حد معینی درگیری جلو بره اینو نمیتونن کنترل کنن. یعنی بنابراین که نمیخوان از حد معینی جلوتر برن. حزب الله هم اینو اعلام میکنه، میگه ما عملی نخواهیم کرد به شرط اینکه تو اسرائیل تعرض نکنه و یک بکنه ما هم جواب میدیم. این هم قابل فهمه دیگه. من طرفدار حزب الله نیستم، ما حزب الله در واقع اونجا نماینده جمهوری اسلامیه، دقت کنید. منتها اسرائیل اساسا بر روی اسناد فلسطینیان نشسته، اینو باید توجه داشته باشیم. اسرائیل یک رژیمیه که در واقع هی میگن تنها دموکراسی خاورمیانه، دموکراسی خاورمیانه. مثلا انگلیس یه روزی تنها دموکراسی جهان میدونست خودشون، منتها تقریبا همه سیاره ما را مستعمره کرده بود. خودشون میگفتن که در مستعمرات انگلیس خورشید غروب نمیکنه. خب این دموکراسیه، دموکراسی اونم برای یکی که خر بکنن مردم رو فلان و اینها، یه برای یه عدهشون حق رأی میدادند و فلان و اینا. این در فرانسه هم اینطوری بود، آمریکایی هم از این کارا زیاد کردن اینا، یعنی چیزهای شناخته شده ای در سیاست. اسرائیل همین الان حتی یهودی های آفریقایی تبار رو واقعا اصلا پدرشون رو در میاره. دقت بکنید اصلا اسرائیل تنها حکومت خیلی شسته رفته ایه که رسما اعلام میکنه یک دولت مذهبی و نژادیه. اولا که به اصطلاح نژاد یهود رو میخواد چی بکنه، ثانیا یک دولت مذهبی، دین یهود هم یک دینه و هم به اصطلاح یک چیز نژاده. یعنی یک کسی که یهودی باشه حتما باید تبارش برسه به یعقوب پیغمبر و فلان و اینا. اینها خودش یه چیز ارتجاعی هستن در چیز، و
و بعدن رفته سرزمین های دیگران را هم اشغال کرده. اصلا نتانیاهو میگه که تمام منطقه ای رو که کردن از رودخانه تا دریا تمام مال اسرائیل ها. اصلا به رسمیت نمیشوند. حتی رفت در واقع دیدید که مثلا در آمریکا سخنرانی کرد، آشکارا هست از این چیزها صحبت کرد. بعدم که مسئله جمهوری اسلامی را هم خیلی بزرگ کرد که گویا اصلا اینها آدم های جمهوری اسلامی هستن. بابا اصلا جمهوری اسلامی خودش باعث شده که اسرائیل از این سوء استفاده بکنه. واقعیت اینه که اصلا جمهوری اسلامی نبود، فلسطینی ها برای حق تعیین سرنوشتشون می جنگیدن، مبارزه می کردن. این اصلا امکان داره. بعدن رفته برای اینکه چه بکنه یه منطقه دیگر رو هم گرفته که اصلا حتی جزء خاک اسرائیل فلسطین نیست. بلندی های جولان، همون مزدل شمس یه بخشی از بلندی های جولان است، از نظر استراتژیک مهمه. رفته اونجاها را گرفته و حتی پیشروی هایی هم کرده، بعضی از مناطق جنوب لبنان رو اشغال کرده و مدام هم به اصطلاح بمباران میکنه این مناطق. و نتانیاهو هم در ساختار خود اسرائیل هم یه تناقضاتی است. نتانیاهو اگر این جنگ رو ببازه در واقع پروندهش بسته خواهد شد. بنابراین انواع و اقسام تلاش ها را میکنه که بذار این جنگ رو همچنان ادامه بده. میبینید حتی آمریکا رفته بود که در کنگره صحبت میکرد، نیمی از نمایندگان کنگره آمریکا هم از سنا و هم از مجلس نمایندگان در جلسه از گذاشتن بایکوت کردن جلسه رو. دیدید مثلا برنی ساندر چه گفتی؟ اوه اینا اصلا چیز نجات پرست هستن و اینا، خیلی سریع دیگه همهشون مثلا چی کردن و اینا. حالا جناح چپ حزب دموکرات رو هم که مثلا خیلی هاشون مثلا دیدید تو اون خانم تولیب که یک عرب تبار هستش، دستش نگه داشته بود چون اونجا اون جنایات رو نشون بده دیگه، همون در کنگره آمریکا چون سخنرانی میکرد و فلان. پس بنابراین که اصلا این چیستش، حتی یهودیان آمریکا بیشتر از 400 یهودی جلو کنگره آمریکا نشسته بودن علیه این آدم نجات پرستی که در واقع نسل کشی داره میکنه. بنابراین که این مسئله چیستش، در وضعیت وحشتناکی قرار گرفته. بعد ترکیه خود چطور؟ ترکیه این اردوان هم خودش یه پدیده هستش اصلا. در چیز خودش رو میخواد مدافع دنیای اسلام قرار نشان بده در واقع. البته در داخل خود ترکیه هم یک احزاب به اسلام مذهبی وجود دارن، علاوه بر حزب عدالت و توسعه، مثلا اون حزب اسلامی جدید که پسر اربکان درست کرده، اونم نسبتا رأی آورده در انتخابات اخیر ترکیه و فلان اینا. اینها مجبورن که به اسلام چیزهای اسلامی رو چه بکنن. بنابراین که حتی دیدید قبلا اینم اشاره کرد در دوان دیگه که مثل لیبی و فلان و اینها، بعدن حالا اومده اولا با اسد روابطش رو خوب کرده، ملاقات کرده اند و فلان، با سوریه دفاع از سوریه رو هم مثلا وظیفه خودش میدونه، همینطور از لبنان میگه که ما دفاع میکنیم، اگر کاری بکنید لبنان ما وارد میشیم. البته اینا تو کالی بستن دیگه، به اصطلاح این که مثلا واقعا مثلا ترکیه وارد چنین چیزی خواهد شد یا نه. البته ترکیه خو از نظر چیز با کشورهای دیگه قابل مقایسه نیست، قدرت نظامی خیلی برجسته ای داره. اسرائیل هم نمیخواد و نمیتونه باعث ترکیه درگیر بشه، هم عضو ناتو هست هم دولت مقتدریه، اینطوری نیست، یعنی قدرت نظامی زیادی داره ترکیه. بنابراینه که اینها بیشتر تناقضاتی بین دو طرف که بلکه بتونن چیزهای خودشون رو حل بکنن و اینها. ولی من فکر نمی کنم از حد معینی جلو بره و خانه‌ها تو بسلا اسرائیل هم ناگزیر هست که خلاف بکنه، از حد معینی جلو تر بره. بله خیلی ممنون از توضیحاتتون رفیق شالومی. در این مورد سوال خیلی زیاده و وقت برنامه مونم داره به اتمام میرسه. اگه شما موافق باشین بذاریم برای هفته آینده، حالا اگه ارزیابی از حرفای خودتون دارین میتونین بیان کنیم. خواهش میکنم. نه همین مسئله که وضعیت بحرانیه، منتها واقعیت اینه که تعادل قوا در چیز در ایران به نفع مردم واقعا داره تغییر میکنه، خیلی چشمگیره. جمهوری اسلامی درمانده هست و اسرائیل هم بحرانی، اسرائیل هم واقعا بحرانی. بنابراین که مثلا بحران موجودیت نیست، بحران وجودیه، یعنی تناقضات دولت نژادی رو در اسرائیل شاهد هستیم.
بله خیلی ممنون از حرفای خوب و پردستاوردتون. خسته نباشین رفیق شارگونی. زنده باشید. شما هم خسته نباشید. خیلی ممنون. بله بینندگان عزیز، به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. در برنامه آینده چالش با حضور رفیق محمد رضا شارگونی مباحث مربوط به اوضاع جاری سیاسی ایران رو ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگر، بدرود.